سلام به دوستداران اندیشه و تفکر، به یک ویدیو دیگر از کانال ذهن بیدار خوش اومدید. درسای طلایی از چارلی چاپلین. زندگی از نزدیک یک تراژدی و از دور یک کمدی است. در این دنیای مملو از شر هیچ چیز همیشگی نیست، حتی رنجهای ما. زندگی میتواند آزاد و زیبا باشد، ولی ما راه را گم کرده ایم. من عاشق قدم زدن زیر باران هستم، چرا که هیچ کس نمیتواند زیر باران از شوم را ببیند. بهترین دوست من آینه است، او هرگز با گریه من نمیخندد. زندگی نمایشی است که امکان تمرین کردن ندارد، پس پیش از آن که پرده را بکشند و نمایش بدون تشویق دیگران خاتمه یابد، آواز بخوان، گریه کن و قهقه بزن. سرانجام همه چیز یک شوخی است. وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به شما میدهد، شما 1000 دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید. شکست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد. دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست. به جای آنکه جای کسی را بگیرید، تلاش کنید جای واقعی خودتان را بیابید. من دریافتم که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن رام یابند که مصمم به داشتن چنین ایده باشیم. انسان اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است که پست و بی‌عاطفه باشد. آموختم با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه. می شود رخت خواب خرید ولی خواب نه. می شود ساعت خرید ولی زمان نه. می شود مقام خرید ولی احترام نه. می شود کتاب خرید ولی دانش نه. می شود دارو خرید ولی سلامتی نه. بالاخره می توان قلب خرید ولی عشق را نه. وقتی گلی را دوست دارید آن را می چینید، اما وقتی عاشق گلی هستید آن را هر روز آبیاری می کنید. فرق بین عشق و دوست داشتن این است. آرزوی هم این است که قبل از مرگ مادرم یک بار به او بیشتر بگویم دوستت دارم. خیلی تلاش کردم مردم بفهمند، ولی آنها فقط خندیدند. برای یک روز هم که شده دنبال چیزهایی که نداری نرو، از چیزهایی که داری لذت ببر. همیشه آخر همه چیز خوب میشه، اگر نشد آخرش نرسیده. شاید زندگی آن جشن نباشد که تو آرزویش را داشتی، اما حالا که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص. گاهی اوقات تمام چیزهایی که یک نفر میخواهد فقط دستیست برای گرفتن دست او و قلبیست برای فهمیدن او. زندگی مثل یک دستمال لوله‌ای است، هرچه به انتهایش نزدیکتر میشوی سریعتر حرکت میکند.